درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. بوریس اپشتین یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای عنوان کرده است که دونالد ترامپ معتقد است که جو بایدن و در سطحی بالاتر دموکرات‌ها از اینکه جمهوری اسلامی اتمی شود ابایی ندارند، بلکه در خفا از آن حمایت می‌کنند. به گفته آقای بوریس، تغییرات عجیبی که در خاورمیانه رخ داده است از چرخش‌های عجیب در عربستان سعودی گرفته تا صلح اخیر اعراب و اسرائیل و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، همه موجی شده است که فروش اسلحه در زمان دموکرات‌ها را به پایین‌ترین میزان خود در یک مقطع تاریخی رساند. او می‌گوید که برای همین هم هست که آقای ترامپ همیشه معتقد بود که یکی از دلایل جنگ اوکراین هم همین بوده است، چرا که غرب نیاز داشته است اسلحه بیشتری را به منطقه روانه کند. بوریس اپشتین میگوید که آقای ترامپ معتقد است که دموکرات ها اقتصاد نمیفهمند و برای همین هست که اول گند میزنند و بعد با جنگ افروزی یا ایجاد بحران میخواهند پلن نخنمای فروش اسلحه را برای تداوم اقتصاد احیا کنند. در حالی که آقای ترامپ نظرش این است که ایالات متحده آمریکا آنقدر برتری اقتصادی دارد که در صورت مدیریت درست میتوان بدون خرابکاری در جهان در اوج قله‌های اقتصاد باقی ماند. او گفته است که آقای ترامپ گفته است که امیدوار است تا پیش از اینکه دوباره رئیس جمهور شود، جو بایدن و دموکرات‌ها بمب اتمی را به دستان علی خامنه‌ای نداده باشند. گفتن است که در همین رابطه روز یک شنبه 5 شهریور در ایران از پروژه تولید آزمایشگاهی رادیو نوکلوئید سزیوم 137 در ایران رونمایی شد. رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم جمهوری اسلامی گفته است که سزیوم 137 به صورت طبیعی وجود ندارد و از محصولات شکاف اورانیوم است. محمد اسلامی توضیح داد که این ماده در اثر فعالیت‌های رآکتور و عمدتاً در سوخت هسته‌ای مصرف شده و پسماندهای پرتوزا یافت می‌شوند و با توجه به نیاز کشور به تولید آن و دشوار بودن واردات طرح تولید آن در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تولیدش را آغاز کرده ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته است که در صنعت هسته‌ای متوقف نمی‌شویم و گفته است که سنگ بنا در انرژی اتمی سوخت هسته‌ای است و سوخت هسته‌ای مبنایش غنی‌سازی است. شما اگر این کار را انجام دهید می‌توانید مدعی داشتن صنعت هسته‌ای باشید. صنعت هسته‌ای صنعتی راهبردی، پیشبرنده و نقش مستقیم در زندگی مردم دارد و رهبر معظم انقلاب آقای خامنه‌ای هم تأکید کرده است که باید آن را تا انتهایش ادامه دهیم. اما نکته‌ای که در این میان سخنان اسلامی از نظرها پنهان شد این است که هرچند به گفته وی سزیوم 137 در صنایع ابزار دقیق هسته‌ای و سامانه پرتودهی و چاه پیمایی برای نفت و گاز و مواد معدنی مورد استفاده قرار می گیرد، اما یکی از موارد اصلی استفاده آن در ساخت بمب کثیف است. بمب کثیف یک بمب است که موجب سرطان در میان منطقه‌ای می شود که آن بمب به کار رفته است. بعضی مواد رادیواکتیو مورد استفاده در علوم پزشکی از جمله درمان سرطان مشابه مواد تشکیل دهنده یک بمب کثیف هستند. حفظ ایمنی آزمایشگاه‌های تولید پودر سزیوم 137 و نگهداری آن بسیار دشوار است و اگر در اثر خطای سهوی یا به طور عمد در محیط پراکنده شود، آن منطقه برای سالها آلوده به مواد رادیواکتیو خواهد شد و میلیاردها دلار هزینه تخریب، تخلیه و پاکسازی به همراه خواهد داشت. محمد اسلامی در همین کنفرانس خبری با اشاره به اینکه غنی‌سازی طبق تدابیر کلی نظام در حال انجام است، خبر داده است که معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است به تهران سفر کند.
وی با افتخار به خبرنگاران گفته است که در تلاشیم همواره در ریل خدمت باشیم و شرکت‌های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی حتی جمعه ها هم تعطیل نیستند و سه شیفت کار می‌کنند. سخنانی که از جانب بسیاری از تحلیلگران علوم استراتژیک و علوم سیاسی هیچ برداشتی به جز برنامه جدی برای تولید سلاح هسته‌ای از آن استنباط نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یکی از مقالات شرکت پارس ایزوتوپ آمده است که سزیوم 137 یا رادیو سزیوم یک ایزوتوپ رادیواکتیو سزیوم است که به عنوان یکی از محصولات بیشتر شناخته شده شکافته هسته‌ای اورانیوم 235 و دیگر ایزوتوپ‌های قابل شکاف در راکتورهای هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای تشکیل می‌شود. قابل توجه این که یکی از موادی که پس از انفجار چرنوبیل در شوروی سابق سبب سالها آلودگی محیط شد همین سزیوم 137 بود. حالا این نگرانی در میان مردم ایران به وجود آمده است که حتی اگر جمهوری اسلامی آن را در بمب هسته‌ای استفاده نکند، به دلیل سیستم‌های غیر استاندارد حکومتی در جمهوری اسلامی و عدم رعایت استانداردها و پروتکل‌ها، این احتمال وجود دارد که در آینده این نزدیک نشت مواد رادیواکتیو و حادثه‌هایی از جمله شبیه آنچه که در چرنوبیل رخ داد در ایران تکرار شود. شرکت پارس ایزوتوپ که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد، در یک مقاله دیگر هشدار داده است که سزیوم 137 به راحتی از طریق پوست، تنفس و دستگاه گوارش جذب بدن انسان می‌شود. حالا محمد اسلامی در صحبت‌های خود تأکید کرده است که برخی می‌گویند تولید سزیوم 137 نتیجه تحقیقات نامعین است. این اظهارات اگرچه واضح نیست در ارتباط با چه موضوعی بیان شده است، اما چنین به نظر می رسد که رژیم جمهوری اسلامی بدون برنامه ریزی بلند مدت قبلی تولید این ماده را آغاز کرده است که هنوز دلایل آن مشخص نیست. یادآور می شود که اوایل تیر ماه امسال بود که برخی از منابع روسی زبان گزارش داده بودند که 5 نفر را که قصد داشتند 1 کیلوگرم سزیوم 137 را به خارج از کشور ببرند دستگیر کردند. حالا با کنار هم قرار دادن سخنان دونالد ترامپ و ادعاهای جدید رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد که ادعاهای دونالد ترامپ عین واقعیت است و مقامات دولت جو بایدن به صورت عمدی با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.